یه چند وقتیه توی این اینستاگرام بهم پیام میدن و میگن آقا پرستاری شیفتاش زیاده یا نه، شیفت شب چند ساعته، چه میدونم همه مریضه که میان آیا توهین میکنن به پرستارا یا نه، و البته کلی سوال دیگه که بیشتر بچه های دانش آموز که میخوان انتخاب رشته بکنن ازم میپرسن، و البته استرس دارن که بدونن پرستاری چه شکلیه و اینکه اصلا میارزه وارد پرستاری بشیم یا نه. امروز تو این ویدیو میخوام بهتون 5 تا از خوبی های پرستاری و در کنارش 5 تا از بدی هایی که پرستاری داره رو بهتون بگم. اگه دوست دارین در مورد پرستاری بیشتر بدونین این ویدیو رو از دست ندین. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها. آقا امروز میخوایم تو این ویدیو در مورد این صحبت بکنیم که هر چیزی یه سری خوبی‌ها داره یه سری بدی‌ها داره. شما میرین یه معامله انجام میدین، یا سود میکنین یا ضرر میکنین. چه میدونم یه آدمی رو میشناسین، یه خوبی‌هایی داره اون آدم، یه بدی‌هایی داره. یه ماشینی رو سوار میشین، اون ماشین یه سری آپشن‌های خوب داره یه سری آپشن‌های بد داره. هر چیزی، هر موضوعی توی این دنیا یه معایبی داره یه مزایایی داره. پرستاری هم از این قانون مستثنا نیست. نذارین یه عده فقط خوبی‌های پرستاری رو بهتون بگن، نذارین یه عده فقط بدیاشو بهتون بگن. سعی کنین از هر دوتا، یعنی هم از خوبیا هم از بدیا، مطالبی رو در واقع جمع بکنین و اطلاعاتتون در مورد هر دو طرف زیاد بکنین و یه انتخاب خوب بکنین. بچه های دانش آموز بیشتر این ویدیو رو حتما حتما از دست ندین، سیوش کنین هر جا که میتونین و اینکه سعی کنین تا آخرین دقیقه این ویدیو رو نگاه بکنین. منتها قبل از اینکه یه راست برم تو ویدیو خودم، ازتون میخوام برای حمایت از من این کانال رو سابسکرایب بکنین، دکمه زنگوله بغل سابسکرایب هم حتما بزنین، اینستاگرام و تلگرام هم من لینکشون رو این پایین توی دسکریپشن براتون میذارم، حتما حتما کلیک بکنین، من اونجا هم دنبال بکنین. خب خوبیای پرستاری. اولین خوبی که پرستاری میتونه برای شما داشته باشه اینه که شما مراقبت از بیماری ها رو میتونی یاد بگیری. این کجا به کارتون میاد؟ جایی که زبونم را یکی از آشناها، فامیل، اعضای خانواده مریض شده باشه و نیاز به آموزش پرستاری داشته باشه، نیاز به این داشته باشه که اصلا بفهمه اون مریضی چی هست، مراقبت های اون مریضی به چه شکلی هست. شما وقتی اینا رو بدونین، یعنی در واقع تو پرستاری وقتی بیاین و اینا رو بخونین، میتونین به اون مریض کمک بکنین. دومی خوبی که پرستاری داره اینه که اگر خودتون مریض بشینم، کلی رفیق پرستار دیگه دارین که اونا میتونن بهتون کمک بکنن. مثلا شما نیاز به تزریقات دارین، میخوای یه سرومی رو به خودتون وصل کنین، یه عالمه رفیق پرستار دارین که میتونن اون سروم رو برای شما وصل بکنن. سومی خوبی که پرستاری داره اینه که راحت تر از رشته‌های دیگه واسش کار پیدا میشه. رشته‌های دیگه دانشگاه اینجوریه که شما میری دانشگاه 4 سال درس می‌خونی کارشناسیشو و بعد احتمالی که کار پیدا بکنی خیلی پایینه، به خصوص تو این وضعیت اقتصادی که الان تو کشور داریم. اما پرستاری اینجوری نیست، شما به محض اینکه فارغ التحصیل بشین میتونی بری سر کار. حالا اون طرحتون اگر هست، اگر سربازی هست، پسر اگر هستین سربازی دارین، اون سربازی هم حالا احتمال زیاد میتونین برین بیمارستان یا برین چه می‌دونم یه درمانگاه، یه جایی که به هر حال ربط داره به درمان. چهارمین نکته خوبی که پرستاری داره اینه که درآمدتون میتونه بر اساس تلاشی که میکنین، بر اساس اون پشتکاری که دارین بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم بذارین مقایسه بکنیم پرستاری و معلمی رو، چون خیلی یارو دیدم پرستاری و معلمی رو با هم دیگه مقایسه میکنن. من دو تا داداشم تربیت معلم قبول شدن، از ترم 1 همون ماه اول حقوق گرفتن و کارمند دولتن، الان دیگه سربازی ندارن و یه جورایی آیندهشون تضمینه. من شهریه دانشگاه میدم، دانشجوی پرستاری هم، سال آخرمه و یه سال دیگه هنوز دارم که بتونم بعد برم حالا شغل پیدا بکنم. میخوام اینو بهتون بگم، پرستاری درسته که یه مقدار حالا اون راه رسیدن به شغل سخته، ولی در عوض شما میتونید تغییرش بدید. معلمی چقدر مگه میخواد اون حقوقش اضافه بشه؟ چقدر مگه میخواد اضافه کار وایسه اصلا؟ و فقط هم شما اینجوریه که میتونین برین توی مدرسه درس بدین، مگه این که چند سال بگذره درس دادنتون خوب باشه، به قول ما سر زبونا بیافتین بشین چه میدونم معلم کنکور، مدرس کنکور، البته اگه تا اون زمان کنکوری باشه. ولی پرستاری اینجوری نیست، شما میتونین مثلا یه دوره زخم برین، یه دوره زخم حرفه‌ای مثلا تهرانی، اصفهانی جایی، و بشین درمانگر زخم. زخم ها، یه چیزی که توی زخم هست
شاید فکر کنیم مثلا چه میدونم خون و چرک و اینا تو زخمه، ولی از نظر من پرستار تو زخم پوله. بیشتر از هر چیز دیگه ای شما میتونین از یه زخم پول در بیارین و درآمدش واقعا خوبه. دیگه میتونین مثلا مراقبت در منزل برین. یعنی چی؟ یعنی مثلا مریض سرم داره، چندام تزریقات براش میخواین انجام بدین، آزمایش خون میخواین ازش بگیرین، به جای اینکه مریض بره بیمارستان یه پرستار میره خونش و این بیشتر یک وجهه خصوصی داره و درآمدش هم واقعا خوبه. اگر که شما فعال باشین، تیز باشین، میتونین درآمد خیلی خوبی رو کسب بکنین. و البته پنجمین مزیتی که پرستاری نسبت به بقیه رشته‌ها داره اینه که مهاجرتش ساده‌تره. ساده‌تر از پزشکی، ساده‌تر از چندام هوشبری و مامایی و بقیه رشته‌ها شما میتونین تو پرستاری مهاجرت بکنین. نمیگم پروسه مهاجرت پرستاری ساده است، میگم از بقیه رشته‌ها ساده‌تره. دلیلش هم اینه که تو تمام دنیا نیاز پرستار داره روز به روز بیشتر میشه و این کمبود نیرو هم نه تنها تو ایران هست بلکه تو کل کشورها هست. و در کل رشته پرستاری یه رشته خیلی خوبه واسه کسایی که بخوان مهاجرت بکنن. و البته میرسیم به معایب رشته پرستاری. اولین بدی که پرستاری داره اینه که فضای کاری شما به شدت آلوده است. غیر از این حالا کرونا ویروسی که اومده توی کشور، تا الان که کمتر شده، واکسن خیلی خوب دارن میزنن به مردم و تقریبا میتونیم بگیم که تا یه چند وقت دیگه کرونا به شدت کم میشه، اما غیر از اونم ما آلودگی زیادی رو توی بیمارستان داریم. یه اصلا سرفصل درسیه به نام عفونت‌های بیمارستانی. عفونت‌های بیمارستانی باعث میشن حتی مریضا از دست برن. اگر کادر بیمارستانی و سیستم ایمنیتون قوی نیست، حتی شاید شما رو از بین ببره. دومین بعدی که پرستاری داره اینه که شما توی این رشته و در کل توی این کار غم زیادی رو میبینید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شاید امکان داره برین روز اول کارآموزی، روز اول تجربتون توی بیمارستان وارد بخش بشین و ببینین مثلا میگم یه همراهی بیمار داره گریه میکنه. چرا؟ چون مریضش مثلا از دست رفته یا مریضش ناتوان شده و کلی دلیل دیگه وجود داره که غم رو توی چهره همراهی مریض شما ببینید. غیر از اون شما با آدمای سر و کار دارین که تو ضعیف‌ترین حالت ممکن زندگیشون به شما مراجعه کردن. مریضا وقتی میان توی بیمارستان حالشون خوب نیست واقعا و این در کل باعث میشه که رشته پرستاری تبدیل به یکی از پر استرس ترین رشته‌های دانشگاهی بشه. سومین بدی که پرستاری داره اینه که شیفتای کاری زیادی رو شما دارین و این خودش باعث میشه که فشار کاری زیادی به شما وارد بشه. گاهی اوقات لازمه که شما مثلا 35 تا شیفت بدین، 36 تا شیفت بدین. هر کدوم از این شیفت 6 ساعته و گاهی اوقات هم حتی میگن لانگ بیاین. لانگ چیه؟ وقتی شما دو تا شیفت پشت سر هم بیاین میگن شما شیفت لانگ اومدید. مثلا لانگ عصر و شب، یعنی یه شیفت عصر 6 ساعت میاین، علاوه یه 12 ساعت هم شیفت شب، یعنی 18 ساعت شما کار میکنین. و این یکی از بدیاییه که من خودم خیلی ازش بدم میاد، ولی در کل اگر که برنامه خوب داشته باشین، برنامه مثلا ورزشی خوب داشته باشین، دیگه غیر از اون تایمای آزادتون که تو خونه دارین و اگر خوب برنامه ریزی بکنین، میتونین حالا به این بدیه یه مقدار چجوری بگم غالب بشین و این بدیه و این سختی رو کمترش بکنین. یکی دیگه از معایبی که پرستاری داره ناعدالتیه که توی در واقع کادر هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم یه پزشک مثلا متخصص یه حقوق خیلی خوب میگیره، یه کارانه خیلی خوب میگیره، ولی یه پرستار حقوقش پایین تره، کارش خیلی زیاده ولی حقوقی که میگیره نسبت به کاری که انجام میده خیلی پایین. غیر از اون بین خود پرستار هم اون ناعدالتی هست. مثلا چی؟ مثلا یه نیروی استخدام رسمی یه حقوق رو دریافت میکنه، مثلا میگه 11 تومن. خب یک نیروی پیمانی هم یا همون شرکتی هم میاد همون کار رو انجام میده، همون قد شیفت برمیداره، ولی حقوق که میگیره مثلا میشه 7 تومن. خب یکی 11 میگیره، یکی 6 تومن میگیره، یکی 7 تومن میگیره. پس این ناعدالتیه تو همه سیستما متاسفانه وجود داره. و البته بدی آخر که مهمترینش هست خشونت و توهین همراهی ها و البته خود مریض نسبت پرستار. چرا این اتفاق میفته؟ بیشتر اوقات مریضایی که میان هم استرس دارن هم حالشون خوب نیست. همراهی مریضی که میاد توی بخش استرس خیلی زیادی رو داره. مریضا وارد میشن و فکر میکنن شما از عمد واسه شون کمکاری میکنی. یعنی مثلا ما پدرکشتگی داریم باشون
و فکر میکنن که شما واسه شون کار انجام نمیدین، به خاطر همین پرخاشگری میکنن، شاید صداشون رو برن بالا. گاهی اوقات هم اتفاق میفته که حمله میکنن به سمت کارت درمان و یه چیزی رو ما داریم توی حالا بین خودمون بهش میگیم خشونت علیه کارت درمان، و این هست چون دم دستی ترین آدما توی این سیستم ماییم و همراه اولین کسی که میبینه ما هستیم. اگر یه خطایی توی بیمارستان حتی رخ بده، نمیگن چون دم بیمارستان رئیسش کجاست یا چون دم مسئول بخش کیه یا در کل رئیس کیه، دم دستی ترین فرد که پرستار باشه رو از خجالتش در میان و خشونتشون رو سر اون آدم خالی میکنن، که خب خیلی هم بده واقعا. خب اینم از خوبیا و بدیای رشته پرستاری، امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه، امیدوارم که هر دو تا این جنبه ها رو بالا پایین بکنید و یه انتخاب خیلی خوب واسه زندگیتون داشته باشین. ممنونم که این ویدیو رو تا این لحظه نگاه کردین. مواظب خودتون باشین تا ویدیوی بعدیم. خداحافظ.